خب السلام عليكم، وقت بخير ان شاء الله. بچه‌ها تا یه حضورگری رو انجام بدیم. خب اسمی که میخونم آقا حاضر بینه اعلام بکنیم. اسمی که میخونم امروز روح دوازده آقای رضا اقتداری، اگه هستش دست برم کنم. آقای رضا اقتداری، آقای رضا اقتداری نیستش دیگه، غیبت براش میزنم آقا، انا بدنبیا غیبت میخورم. آقای رضا اقتداری، خب پس غیبت. آقای امیر محمد پولادی، آقای امیر محمد پولادی نیست، این هم غیبت. آقای محمد علی چراغی، آقای محمد علی چراغی که اصلا این غیبت داره کلا نمیاد. آقای حاجی زاده، آره. یه بار نمی کنم بچه ها، رضا اقتداری، آقای رضا اقتداری غیبت داره پیدا، کسی نی؟ آقای امیر محمد پولادی غیبت داره، حاجی زاده حاضر تو سلام. آقای محمد چراغی، محمد علی چراغی غیبت داره، آقای حاجی زاده حاضره. خب آقای حافظ خوب، آقای حافظ خوب خب بچه ها، کسی که اسکایروم نمیان به این طریقی، آقای کمالیان سفت سفت داره آزرهایی میکنه و اینا نمره مستمر بهتون داده نمیشه، دقت کنید. خب این میخواد بسته بشه، برای اون کسی که واقعا نمیاد بسته میشه، دین تو جیران باشیم. آقای امیر حسین حافظ خوب، حافظ خوب غیبت داره پس. آقای خدادادیان، آقای خدادادیان، آقای خدادادیان اینم که غایب. آقای خواجه، حسام الدین خواجه، آقای خواجه، آقای خواجه اگه حاضری دست برند بکن آقا. آقای خواجه، خب اینم که غایب باز. آقای غلام حسین دیقان، آقای غلام حسین دیقان اینم که غیبت داره. آقای احمد رضایی، آقای پولادی چرا زود نمیه؟ کلام خواهم آقا غیبت بزنم برای دو زنم دفیده سایکوس به موقع بیم. احمد رضایی حاضر. آریا روستا، آقای آریا روستا، آقای اقتداری باید سریع تر بیم، من هم غیبت زدم آقا. خب آقای آجده حاضری زدم فعلا دیگه. آقای پرنیان، آقای پرنیان رو بد میزنم. آقای پرنیان، آقای آریا، آریا نومد، آریا روستا، آریا روستا. آقای فاتحی نهنوز نخوندم، آریا روستا. خب آقای صالحی هستش، آقای صالحی، بله. آقای عمرانی، آقای عمرانی، آقای عمرانی،
خب آیا عمران که نیستش؟ آیا عمرانی طلب؟ بله آیا اختیاری زاده؟ عمرانی طلب؟ عمرانی طلب؟ نیستش؟ آقای فروغی؟ آقای فروغی؟ بله آقای فروغی نیستش؟ آقای مشتایی؟ آقای مشتایی؟ آقای مشتایی نیستش؟ آقای مشتایی اینا قیمت داره. آقای نوشادی؟ آقای نوشادی؟ آقای نوشادی نیستش؟ قیمت داره پس؟ آقای زاکری هستش؟ آقای محمد امین ابراهیمی؟ آره هستش. آقای احتشام؟ احتشام؟ خب آقای خداداد فر بله آقای احتشام امین ابراهیمی که زدم. آقای احتشام؟ احتشام نیستن آقا؟ احتشام نه. خب اینا که قیمت داره. آقای اکبرزاده؟ اکبرزاده هستش. آقای پولادی؟ امیر محمد پولادی؟ امیر محمد پولادی دو جنبش شده. خب آقای جمالی هم که هستش. آقای خازنچی؟ مهدی عمرانی؟ ای شیطان خود رسل یا نه؟ هم جمالی هم عمرانی هم آریا. آریا بستا عمرانی. خب بعدش آقای بعد آقای جمالی بودند. جمالی آقای خازنچی؟ آقای خازنچی؟ آقای خازنچی نیستش. آقای خدادادیان؟ آقای خدادادیان نیستش. آقای خوید؟ آقای خوید بله. امیر حسین دهقانی؟ آقای دهقانی امیر حسین؟ امیر حسین دهقانی نیستن قیمت. آقای رفایی فرد؟ آقای رفایی فرد؟ خب آقای رفایی هم نیستن. آقای رفایی خب این قیمت داره. آقای زاره؟ ابوالفضل زاره؟ آقای ابوالفضل زاره بعد حاضره. آقای شکیبایی؟ سید رضا شکیبایی؟ آقای شکیبایی بله. آقای عوضی؟ خسرو عوضی یا بالا هستش؟ آقای عوضی؟ خسرو عوضی نیستم قیبت کنه. آقای فاتحی بودش بله. آقای موسوی هم بودش بله. آقای هوشیار؟ آقای هوشیار؟ آقای هوشیار نیستش ها؟ خب آقای هوشیار اصلا بله آقای موسوی زده. آقای هوشیار اصلا نیستش پس نکن اینا غیبت میخورن. بچه ها کسی که غیبت میخورن اینا هم نمره مستمرشون پایین میاد به شدت. بعد اعتراض کنی آقا باید ما بودیم یا ما نبودیم ها چون غیبت میخورن. این یکی بعد شما دقت بکنید امروز ساعت 6 امتحان تونه. امروز ساعت 6 امتحان تونه هم فصل اتحاد و تجزیه و نامعادله اون چیزی که در اسکایروم داده میتونه و تو برنامه شاد کامل ما درسمون رو تشریح کردیم براتون. خب امروز هم تو واتساپ میذارم براتون هم داخل برنامه شاد میذارم. سعی کنین ساعت 6 دقیقا رو موقع اونجا باشین.
بعد بچه ها 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم، 10 سال 20 دقیقه، یعنی هر سال 2 دقیقه زیاد براش وقت میذاشتم. خب آقای آنتوزه سال تو بفرما تا من بعد برات حل بکنم. در کل بچه ها دقت بکنیم، ما امروز امکانی که داریم میگیریم یه امکان مستمر در نوره ای شما داریم که در نوره دیگه هم بر اساس همون فعالیتتون و اومده به حاضری کلاستون در نظر میگیرم که جمع میشه 20 نمره و یه امتحان 20 نمره هم کلا براتون تشریحی حالا ممکن تو سرفیده باشه انشالله احتمالا شاید بره بعد از عیدتون در نظر براتون میگیرم. خب حالا آقای حاجی زاده الان رئیس بهت میدم سالت مطلب یکم بلندتر آقای حاجی زاده سوال بود در مورد اتحاد آسان که بگم نیستش آهلش کار خود پاسخ نموشن کسی که من درست نفهمیم چی کرده چی یه بارده بلند آقا؟ سوال بود سوال اتحاد آقا خب برام بلش کنی سوال اتحاد بله آقا نوشته x پرانتز باز x به علاوه 3 پرانتز به 3 دوباره پرانتز باز x به علاوه 4 دوباره پرانتز به 3 دوباره بازش بود x به علاوه 3 صدا خیلی ضعیفه یعنی صدا دوما تشخیص نمیدام یه بار دو اتحاد بزنم آقا x بعد پرانتز باز x به علاوه 3 یعنی x قبل از پرانتز آره x قبل پرانتز بعد پرانتز باز x به علاوه 3 و پرانتز رو میبنده بعد یه پرانتز دیگه باز میکنه x به علاوه 4 پرانتز رو کم میبنده دوباره یه پرانتز دیگه x به علاوه 7 خب بعد پرانتز رو میبنده بعد میگه اگه x به توان 2 به علاوه 7 x روزه با 8 باشه جواب معادل چند میشه ببین ما الان اسکایروم کار میکنم نگاه میکنم ببین ما هر چی که میگم درست شما گفتی نه درست ما درجه شده خب تو فکر کنم اینطوری بکنم دیگه ایکس ایکس رو از آفری یک ایکس رو از آفری دو چنین چیزی بود درسته؟ آقا نه از 3 و 4 و 7 بی x به علاوه 3 x به علاوه 4 و x به علاوه 7 آها 3 x به علاوه 3 بعد x به علاوه 4 بعد x به علاوه 7 اینطوری بود؟ آره خب بعد از بعد x به توان 2 مساوی داره بینش؟ نه این یه چی جده یه مطبق یکی x به علاوه 2 به علاوه 7 x مساوی با 8 x به توان 2 به علاوه 7x خب مساوی با 8 مساوی با 8 آره خب میگو جواب مومون جواب اتحاد بالایی چند میشه یعنی اگر این حالا بود جواب بالایی چی میشه جواب بالایی چی میشه دقت بکنیم شما باید حتما دقت بکنیم حتما باید x رو به اضافه هر x تو بالا بسازم درست شد؟ x رو به اضافه هر x رو بالا بالا بسازم حالا به هم در این کاری ده بچه اگر این دوتا رو با هم این دوتا این دوتا با هم بگیریم این دوتا با هم بگیریم چه اتفاق نمیفته؟ اگر این دوتا با هم بگیریم میشه x رو به اضافه هر x قبوله؟ این دوتا با هم درسته؟ آه درسته نکن ای با ای با هم بگیرش زر بشن میتونه میشه میشه x در x به اضافه هم میشه x در x x دو یه در میشه هم x آمده؟ آره خب این دوتا با هم پس این یکی بعدش هم این دوتا با هم نگاه کن میشه اتحاد جمله مشترک خب در اتحاد جمله مشترک یکی با هم در هم زر بکنیم این تن در هم زر بکنیم آخر بزنیم این تن با هم جمع بکنیم میشه هفت در x هم زر بشن درسته؟ آره فهمید چه بگم؟ آره فهمید شد کرا، دوباره بگم مگه نمیده گفتی x رو بزن فردیس میشه 8
آره خب جی رو در هشت جی رو در هشت خب این میشه هشت در هشت به اضافه دوازده این میشه چند در بیست بیست در در هشت من چند در هست در شست چهار گزینه بوده سر شست توش بوده هستش آره گزینه سرش سر شسته تمام شد یادش گرفتی؟ آه یادش گرفت درود بر شما آقا حسن نوشهری میگو حاضرم آقا چی آقا؟ حسن نوشهری خب باید آقا زودتر بیاد خب کیارش این سوالی که داری یکی از سوالات مدرسه نمونه هستا دقت بکنید یکی از سوالات مدرسه نمونه هست ممکنه تو تست امروز تونم نمونهش ببینیم شما آقا داخل کتاب جویامش داخل این سوال کوسی داخله؟ کتاب جویامش هست تو کتاب متفاوت داره هست ولی خب باید نمره بکنید چی از تو میخواد با توجه به چیزی که از تو میخواد از سوال کنید و جواب شده دست بود خب آقا خیلی هم خدا خواهش میکنم بچه اینه یاداش بکنیم سوال خوب یاداش بکنیم سوال خوبیه سوالی که کیارش داد سوال خیلی خوبی بود یاداشش بکنیم برای خودمون یه سوال تست خوبه اما ادامه کارمون بچه تو معادلات خط تو بحث معادلات خط رسیدیم به جایی که دستگاه میخواست حل بکنیم خب یه دستگاه از اون معادلات خط هم بیم امراتمون نگاه کنیم دو ایکس به اضافه سه ایگرک مساوی با مستر پنج اینجا شش ایکس منهای سه ایگرک مساوی با سه بچه این دستگاه رو که میخواستیم حلش بکنیم درسته؟ این دستگاه رو اگه میخواستیم حل بکنیم چطور این حل میکردیم؟ خب گفتیم که باید حتما یا ایکس هامون قرینه بشه یا باید ایگرگ ها مقترین بشه خب اگر قرار ایگرگ ها مقترین بشه بچه این از تو سوال میکنه برنا الان نگاه بگونی از تو سوال میکنم اگر حلش کردم از تو سوال میکنم تو بینش آقای جمالی آقای موسوی آقای زاره کسی که الان حاضره گوش بگیره به هم کردنم چون یا هم تو بینش از تو سوال میکنم باید حواستون باشه خب ببینید اگر امتحان رو بخوام این درزگاه رو حل بکنم جلسه قبلی تو گفتم که باید یا دوتا ایکس تو قرینه باشه یا دوتا ایگر تو قرینه باشه بچه قرینه یعنی چی؟ یعنی که شما اگر نگاه کنید به ایگرگ هاتون اگر بالا شما ضریب ایگرگ رو مثبت سه ببینید اینجا باید منفی سه ببینیدش اگر منفی چهار ببینید باید مثبت چهار ببینیدش هر چی که بالا باشه با این قرینش باشه یعنی از باز علامتی عوض بشه ولی اون ایکس هم همی بوده مطابع چون نه قراره که هم دوتا شما باید یه اتفاق برش نفت کرد یا این رگ ها با قرینه باشه یا ایکس هاش یکش یعنی یه مورد شما با قرینه داشته اما که چشمتون رو میبینی نگاه میکنی این باز رو نگاه میکنی میبینی که این واقعا با یک قرینه هست پس هست میشه هست میشه یعنی چی؟ یعنی واقعا جمعش کنی میشه صفر حالا که صفر میشه راحت یه چقدر بکنیم میگم باید اینو با این جمع بکنم میشه هشت مساوی براش رو بذار یا مساوی پنج و سه هم باید جمع کنم میشه هشت حالا بچه اینجا باید تقسیم کنیم دیگه ایکس ما میشه هشت بر روی هشت مساوی با چند یک خب بچه ما ایکس همون هم یک در آوردیم یعنی جواب ایکس رو پیدا کنیم پس بنابراین ما یه نقطه ای داریم که فعلا ایکسش در من یک حالا قرار ایگر به دست دارم خب حالا یا بالا انتخاب کنید یا پایین انتخاب کنید یه دونه از اون بالا رو بالا انتخاب کنید
بعد اونجا ایکس رو بذاریم یک. خب ما رو کار بکنم از بالا برم پایین انتخاب بکنم یا دو ایکس به اضافه سه ایگره مساوی با پنج. حالا بچه کافی رو بچه ایکس رو یک بذارم، حالا یکی فرق نمی کنه یک بذارم. اگر یک بذارم اینجا یک بذارم چه داره ضرب میشه، دقت بکنیم، دو یکی میشه دوتا، پس دو به اضافه سه ایگره مساوی با پنج. حالا کافی اینو مرمزه بکنیم ایگره گذاشت بره، پس مساوی سه ایگره که نگه میداریم، پنج رو نگه میداریم از این طرف، دو میرو طرف تره نماد کده، پس سه ایگره مساوی با سه، پس نتیجه ایگره به دست میاد سه سوم که میشه چی؟ چی یک. پس نقطه ارزش ها میشه یک، نقطه ارزش ها میشه یک، یعنی این دستگاه داره تو نقطه یک و یک دو تا خطش هم دیگه رو قطع کنه. خب این سال از دستگاه. حالا انتظار دارم که اینه بچه‌ای که تو خونی حل بکنن، حل بکنن جاهای ایشیدی به ما بگیم اولی نفع از آقای جمعه شاهد کنم. خب داریم سیف منهای وای برابر با چهار پنج ایف به اضافه وای مصوی با مثلا منفی چهار. خب همه حل کنیم، همه این سوال رو بگیم حل کنیم نمیدن همین الان جواب شما بگیم، بگیم طول چند میشه، مثلا طول دوار به یک عرض دوار به یک بگیم طول چند میشه عرض چند میشه سریع ناکنی همین الان میخوام برای کنی نمره در نظر بگیرم. کسی که هستن همین الان میخوام برای کنی نمره در نظر بگیرم. بگیم چند در داریم؟ آقای جمالی، آقای اکبرزاده، آقای موسوی، آقای زاره، همین کسی که من حاضر بودنم اگر جواب در میاریم نمره از رو کم میکنم. شو کنیم چند در داریم؟ پس این الان حل کنیم بریم. نه اشکال خراب کردیه، اشکال ایگریگت مشکل داره، دقت بکروش. یه بار نمی کنم آقای خبیت اگه نمی بینی سه ایکس من ایگریگ مصابی با چهار، پنج ایکس به اضافه ایگریگ مصابی با منفی منفی چهار. خب آقای فاطمی دوتا شو به دست بیار، یکیش کافی نیم، هم ایکس هم ایگریگ. دوباره نخونم سه ایکس منهای ایگره موسایی با چهار، پنج ایکس به اضافه ایگره موسایی با منفی چهار. نه آقای آجازه خراب کردیم، رضا فاتحی منفی چهار ایگرگ. بله آفرین آقای فاتحی، ایگرگ منفی چهار رو درست آورده. ایکس چند در آورده آقای فاتحی؟ آفرین. خب این در میاد به چه سریده برنامه میدین ها؟ خب همین که گفتین تو مایی دیگه نوبتون پرید، باید سری اقدام کنین، به چه سری برنامه بدین. یکی یه نفر جواب در میاره، حالا در میدیه با جوابتون نمیدم تا همه در میاره بعد جواب با هم بنویسیم. خب باز اومدم چون یه سوالی از این دستگاه، چون یکی از سوالات انتقالی تو حل دستگاه هست، نه برای امروز، برای امروز اینو نداری، نه برای امتحانی بعدی تو انشاءالله.
ای یکی ای در جا کرده دو ایکس به اضافه ایگره مساوی با پنج منفی دو ایکس منهای چهار ایگره مساوی با یک این هم صدق هم برداریم آقای جمالی عقب افتادیم سری باشین سال قبلی هم حل نکردیم سه ایگرگ ایکس چی آقای جمالی؟ تو ایگرگ میخواد در آوردی ایکس چی؟ خب نه خراب در آوردی آقای جمالی خراب در آوردی اکبرده ایکس میشه یک و یک برای 24 نه خرابه آرمین x مساوی با 3 دوم y مساوی با 2 نه خرابه دقت کنید بچه ها اینا همه نمره پلاس ها بچه ها آقای جمالی یه بار دیگه وقت داریم دقت کنید
پنج هست. پنج اشکان پنج هست، نه صفر. خب آقای فروغی و آقای فاتحی درست جواب دادن. بچه این هیلکتون میشه منفی دو. و ایکستون میشه هفت دوم. ایکستون هفت دوم. خب انا حلش میکنم. آقای جمالی نگاه کن. حل میکنم. بعدش باز نگاه من رو بینم. خب این رو نگاه بکنم. این دو تا قریبی هم یعنی کنار. شما این رو باید جمع کنم دیگه. اینجا مصبت یک هست. اینجا منفی دو چهار. وقتی کمش میکنیم اینجا منفی سه ایگره. مصبت با شش. خب حالا ایگره که به دست بیاریم چی چی؟ میشه شیش برمی منفی سه میشه منفی دو. ایگره کنش منفی دو. یعنی شما الان نقطه تو این طوریه ایگرگش منفی دو داره باید. حالا بالای اضافه کنیم دو ایکس به اضافه ایگرگ مساوی با پنج. به چه ایگرگ بذاریم منفی دو بشه دو ایکس منفی دو مساوی با پنج. این دو بره اون طرف در نماد کنیم دو ایکس میشه پنج به اضافه دو میشه هفت. ایکس تو میشه هفت دوان و ایکس به درست به هفت دوان. خب بچه این هم رو کنیم اینش x به اضافه دو ایگره مساوی با سه منفی هر x به اضافه ایگره مساوی با یک. اینجا بچه درست دارم قریبی نیست. شما اول وقت دارم قریبش بکنید برای چند میشه؟ اول خود رو قریبه بکنیم بعد جواب دست بریم. پس بگیم چه نقطه رو دست میام؟ خب میخونمش x به اضافه دو ایگره مساوی با سه منهای پنج x به اضافه ایگره مساوی با یک. x میشه منفی یک ایگره یک. نه
هر دو یک نه نه دقت بکنید آقا این حل بکنید چرا اینطوری جواب میدین حتما میشه حلش بکنید نه دوازده پنجاه نمیشه فروغی ایکس یکی آزده ها وای شونزه نیست نه آقای جمالی خراب چون سه چهار نفر بیشتر فعالیت نمی کنند بلکه نیستن آقای موسوی، آقای زاره، آقای احمد رضایی اصلا اینا داخل فعالیت کلاس شرکت نمی کنند نمره مستمری ندارن آقا دقت کنین آقا نه آقای پرنیان هم یک نیست ایکس یک نیست آقا دقت بکنین یک نیست فعلا رقابت بین آقای فاتحی و آقای فروغی یعنی میدونه حالا دلیلش چیه درست به دست آوردن دوتاش ایکس مساوی با یک یازده هم وای مساوی با شونزده یازده هم خب جواب آقای فاتحی و آقای فروغی درست خب بچه حلش میکنم نگاه کنیم خب حلش میکنم نگاه کنیم خب نگاه رو حل کنیم بچه اگر نگاه به این سیستم رو کنیم نه ایکس ها تو کلیمی نه ایگر ها خب ولی میتونیم یک کاری بکنیم بچه اگر من بالای در این پنج زرم کنم این میشه پنج ایکس این میشه من پنج ایکس کلیمی میشه اگر پایین رو در دو هم نگاه کنم این میشه در یه منفی دو میشه منفی دو ایگر میشه باز بده ایگر باز هر کلیمی یعنی شما دلتا خودتون میتونید چیکار بکنید یا ایکس ها تونه کلیمه رو کنید یا ایگر ها تونه کلیمه رو کنید الان کلیمه نیستن آن شما نمیتونه حذف بکنید آن مثلا ای با ای نمیتونه حذف بکنید دفعه بکنید اینجا ایکس تون منفی پنجه اینجا مثبت یکه چطوری شما کنه حذفش بکنید پس قادر به حذف کردن نیستید ولی میتونه کلیمه سازه بکنید خب یا تو که گفتم اگر مثلا این دوتا مثل هر نمه رو وجود زری بگیردیم بالا زری بگیردیم پایین الان این یکه یک بگیردیم پایین یا پنج فرق دارد نداشت اینا یا پنج الان با این کار رو بکنه ایکس همونه هست کنه منطقه اول باید زرش کنه اول باید زرش کنه تا این هست میشه نیا خب بالا میشه اینه در همه باید درد کنه پنج یکی پنج تا پنج ایکس در اینه مصایبا پول کنه اینه که زرد کنه چه من که پنج ایکس اینه که زرد کنه چه مصبت یکی گیره مصایبا یک خب بچه اگه بگاه بگه الان الان ایکس ها تو آماری هست کنه این با این خب این که برام جمع کنیم چی یازده ایگره مصاری با این که برام جمع کنیم شونزه پس ایگره که شما میشه عدد معلوم زیر مشروع ایگره تو دلو من شونزه یازده خب حالا دو را بگیم بچا باز میتونیم آن دفعه بیاییم این را دست کنیم ایس تو دست کنیم نخواستیم از بالا یا پایین یکی جایی بذاری کنیم خب مثلا ما اون بالای جایی بذاری کنم یا پایینی پایینی عددش کوچکتره پایینی جایی بذاری کنم بچه همونی یه کاری بکنیم بیایم اونی که تغییر نکرده جایی بکنیم تغییر نکرده مثلا اگر شما میخواین این زرد کنیم نه این بدون تغییر کرده از میتونی انجامش بدید این هم بدون تغییر کرده مثلا این میخوام انتخاب کنم میگیم من یه پنج ایکس به اضافه ایگرک رو بچه ها شونزه یازده ها بچه شونزه یازده ها مساوی با یک حالا هر بازی بکنیم من که پنج ایکس مساوی با یک شونزه یازده ها رو بکنم تغییر عمل میده مخرج مشترک میگیریم چی یازده یازده منه شونزه میشه پونزده پنج یازده ها خب حالا ایکس رو میشه چی میشه عدد معلوم تقسیم از زیره مجموع میشه پنج یازده ها به همونیه
وقتی این منفی در میان منفی پنج آزمان بروی منفی پنج کن دور در دور نزدیک در نزدیک بکنی میشه منفی پنج این همیشه منفی پنجا و پنج این سادش کنی با پنجش میشه یک یازدهم منفی با منفی میشه مثبت میشه یک یازدهم پس یک یازدهم یکیش اندر اومد شونزده یازدهم که توی چیزی که گفتین آقای فاتحی و آقای فروغی جواب درست به دست آوردن. اینا از این بچه‌ها یه سوال دیگه سعی کنیم بتونیم حلش بکنیم یه سوال دیگه میگیم سعی بکنیم بتونیم حلش بکنیم گفتیم این در از دارم نه بکنم دو ایکس به اضافه ایگره مساوی با یک اینجا چهار ایکس به اضافه دو ایگره مساوی با سه بچه سری این هر بگیر رو چه بکنیم این سری هر کنیم برای ما میخونمش دو ایکس به اضافه ایگره مساوی با یک چهار ایکس به اضافه دو ایگره مساوی با سه حالا آقای فاتحی بیو بالا تا صدا بدم آقای فاتحی آقای فاتحی بیو بالا تا صدا بدم آقای فاتحی اومدی بالا بیو تا صدا بدم آقا چون هم وای هم ایکس یه طرفشون آقا جو صف شده آقا اون طرفش هم همین وقتی عدد میمونه آقا این طرف جواب نداره میشه مادر میشه بدون جواب یه بار بگو آقا وقتی ایکس با آقا ایکس ها با هم خط میخورن وای هم باز خط میخورن یکی میشن آقا این طرف صف میشه آقا اون طرف هم خودی یعنی وقتی تو قرینه سازی میکنی کلا چی میشه؟ آقا ایکس ها با هم میرن وای هم با هم میرن یه چیزی نمیمونه آفرین درسته بچه وقتی قرینه سازی میکنیم همین وضعیت براش پیش میاد یعنی شما هر زمانی که مثلا فرض کن زویاره عوض میکنین هر ایکس ها تو با هم کلا حذف میشه هر ایگره هاتون بعد سمت چپ تو کلا صفر میشه سمت راستون یه عددی به دست میاد میشه صفر مساوی با عدد صفر هم هیچ وقت مساوی با عدد معادله مون بدون جواب میمونه آفرین بدون جواب بعد یه فرمولی هم بتون جلسه قبلی گفتم با تو دو فرمول جلسه قبلیتون آقای آفرین مساوی با بروی ببرین دقیقا مخالف سه روی سپریمه به خاطر همین تو جواب نداشتو مرسی آقای فاتحی خب آقای عبدالزاده سوال نداشتم. سوال نداریم باش.
بشه این جواب جواب اینه به دست بریم. پس این شد بدون جواب. حالا بزن عملش بکنه برای اون که بفهمیم. خب بشه که ذریب اینه با این عوض بکنیم. چهار بریم بالا، دو بریم پایین، توی منفی هم ضرب کنیم تا ایکس رو مرز کنیم. خب اون وقت چه اتفاقی میفته؟ میشه منفی 8x منفی 4y منفی 4. اینه که ضرب کنیم چه 8x به اضافه 4y مساوی با 6. به چهار نگاه بکنیم، هم x ها تو با هم هست میشه، هم y ها تو با هم هست میشه، این طرف کلا میشه 0. خب به چه 0 مساوی با این دوتا که کم کنیم میشه 2. آیا 0 با 2 برابره؟ 0 با 2 برابر نیدیگه. پس برابر این معادله جواب نداره، یعنی این درس ها نمیتونه جواب داشته باشه بخاطر همینه. خب حالا این هم حل بکنیم چهار، این هم x به اضافه y مساوی با 2، 2x به اضافه 2y برابر با 4. این حل کنیم اینا، این حل کنیم x به اضافه y مساوی با 2، 2x به اضافه y مساوی با 2x به اضافه 2y مساوی با 4. اینجا گذاشتیم منفی 2 که در بالای ضربش آقا شد منفی 2x منفی 2y منفی 4 جواب آقا. آقا بعدش اینطوری که ما حلش کردیم جواب کلیمون آقا میشه صفر یا جواب نداره، درست آقا؟ کم میگیم احنا تجربه جدید 2؟ آره جدید؟ آره آره نه تجربه جدید جواب داره آقا، این x به علاوه y مساوی با 2. خب برگرم اون جواب داره، باز دقت بکنم یکی یه بار دیالش بکن باید خودت یه بار دیال بکن آقا باید خودت. خب بچه ها آقای فاتحی درست حل کرده، آقای حاجی‌زاده هم درست حل کرده، بچه ها بی نهایت جواب داره. خب به تو قبل هم رو گفتم که اگر نسبت آقای آفرین برابر با بروی بپنیم برابر با سر می سپنیم باشه، یعنی ستا نسبتش با هم برابر باشه، این درس ها بی شما جواب داره. حالا نگاه بکنید، نگاه کنید به حرکت ما، این چیزی دارم حرکت کنم نگاه بکنید. خب بچه با دو روش رو اینه حل میکنم براتون. یک اینکه حل در دو بزنیم نگاه کنیم، خب کافیه ما دو بریم بالا یک بریم پایین، یعنی یک دیگه یک پایین دو بالا توی منطقه همین چه زر کنیم ممکن یا یک یا خیلی باشه کنیم مثلا تو منطقه بالای زر کنیم میشه منفی دو ایکس منفی دو ایگره منفی چهار.
مثلا دو اكس بازل دو اي بلاك اگر دو تا خط با اون یه خط مگر اون یه خط چند تا نقطه ما داریم؟ روی یه خط چون رو بگیم اون چند تا نقطه داریم؟ آفرین بیشمار. پس چون دو تا خط ما باید یه خطی بیشمار نقطه روشه به همین خاطر رو کنیم بیشمار جواب داریم. این یه روش یه رنگ یه کنم یه بگیم دیگه بگیم آقا آقای آفرین با برمی بپرین با سه روی سپریم برابر چرا برابر؟ چون میشه یک روی دو مصحب بر روی بپریم میشه یک روی دو مصحب سه روی سپریم میشه دو روی چهار دو روی چهار سه روی میشه یک دو بچه ستاش برم برابر شد. خب ما بکنه اگه ستاش برم برابر شد میگن دو خط بیشمار جواب داره یا دستگاه بیشمار جواب داره. بچه ها بانده رو برای حالش کردم این دوتا رو بشه چون کمره رو حالش کردم. پس این دستگاه چون دوتا خطش دقیقاً میشه یه خط و چون روی یه خط هم بیش ما رفت ما داریم به این خاطر بیش ما جواب ما میتونیم برای دستگاه داشته باشیم. خب حالا بشه یه خط بکنیم بیم این رو بریم حل بکنیم یعنی سه ایکس منهای ایگرگ مساوی با یک دو ایکس به اضافه ایگرگ مساوی با چهار این در دو حل بکنیم. پس به شما میدین یکی درسته رو پایی کنیم سه ایکس بنابرای یک مصحبا یک دو ایکس بسافه یک مصحبا چهار این درسته رو پایی کنیم. میخونمش سه ایکس برای ایگری موسیقی با یک دو ایکس به اضافه ایگری موسیقی با چهار نه اول سوالی غلطه دو تاشو در بیارین. حالا یک کار دادن هم ایکس رو در بیارین هم ایگرگ
امروز آقای اکبرزاده هر چه حرکت خلاف در آوردیم وقت دارید هر بکنیم بله خب x1 y2 x1 y1 x1 y2 خب باز دقت بکنیم چون باز دقت بکنیم ممکن اینجا اختلاف کرده باشیم دوتاشو چک بکنیم بچه ها یه بار دوی چک بکنیم یه بار دوی چک بکنیم جای خراب نکرده باشیم خب به ترتیب آقای جمالی درست حل کرده آقای حاجی‌زاده درست حل کرده بعد دیگه بچه ها بکیه آقای فاتحی درست حل کرده بی خب بگه اشکان خرابش کردی بودی اشکان بعدش درست حل کردی خازنچین خودت حل نکردی آقای خازنچین چون آخر هم بودی مطمئنم میگی صدا بهت میدم بابای سپرام میفرستش ولی خودت حل نکردی خب بچه دقت بکنیم جلسات بعد اگر به موقع نیین ممکنه تا سه چهار بارم آتاقایی برات بکنم اگر به موقع نیین قیبت میخورینا حواستون باشه چون الان آقای خازنچی قیبت خورده بعد الان میخونم دیگه کسی که قیبت خورده نه میخونم مثلا آقای اعتشام قیبت خورده حالا اومدم قیبت خورده چون زود نومده کلاس مثلا آقای خازنچی قیبت خورده آقای خدادادی هم قیبت خورده بعد آقای دیخانی قیبت خورده آقای رفایی قیبت خورده آقای عوضی قیبت خورده آقای هوشیار قیبت خورده بعد از اون طرف آقای نوشادی قیبت خورده چون خانم کلاس آقای نوشادی ممکن اومده کلاس آقای قیبت خوردی آقای مشتری قیبت خوردی آقای عمرانی رضا قیبت خوردی
از اون طرف آقای غلام حسین دیگران که غیبت خوردستون نمیدشه، آقای خواجه غیبت خوردی، خدادادیان غیبت خوردی، حسین حافظ خوب غیبت خوردی و چراغیان که غیبت داشت هستن. مشتایی، مشتایی منو نبوده تا آقای مشتایی ها از اول مون ندید من تصلا دارن نیست که نبوده. آقای عمرانی اصلا دول بحثا نیست تا همه یه حاضر که زدی رفت خوابیدی، اصلا باید آقا کلاسون باشیم تا آخرا مشتایی حاضر که زدم، ولی خب در فیدی آقا حتما باید به موقع بیم حاضریتون رو میزنم، ولی اگه جلسه بعد او کسی که نبوده هم اگه جلسه بعد از اولش نباشین دیگه غیبت میزنم براتون. آن مشاهدی هم حاضر که زدم، ولی خود افیدی سعی کنیم به موقع بیم اقرار نخیم بیم فایده ندار هستم. آقای حافظ خوب هستش؟ آقای حافظ خوب آقای حافظ خوب حافظ خود یه غیبت خورده، حالا گوشم دیگه غیبت خورده. آقای رفایی، رفایی آقا نیستش. آقای خودمتی حاضر که میزنم ولی دفعه ده سعی کنم به موقع بیم. آقای احتشام، احتشام هستش؟ آقای احتشام خب اونم دیگه غیبت شد. دقت بکنیم بچه ها جواب x1 و y2 درسته، کسی که x1 در آوردنه y2 در آوردنه این جواب جواب درستیه. خب بقیه هم که خراب کردنه دیگه مشخصه که جواب درستی به دست نوردنه. خب بچه دقت بکنیم تا یه هفت دقیقه برداریم سعی کنیم این سوال هم حل بکنیم. حالا باز مجدد ارزشش داره که شما این سوال رو حل کنیم. این درس رو حل کنیم x به اضافه y مساوی با 4 3 منهای 3x منهای 3y مساوی با 1. این هم خب این درسگاه رو حل بکنیم. x به اضافه y مساوی با 4 3x منهای 3y مساوی با 1. بله آقای عمرانی حاضرت زد ولی دفعه دیگه سعی کنیم به موقع آقایم حاضرتون رو موقع بزنیم. آقای هوشیار غیبت کردیم، آقای هوشیار نبودت اصلا. بله الان هست ولی قبلا نبود دیگه. آقای هوشیار چند بارم اسمتو خواندم ولی باز جواب نمیدادی. در هر صورت غیبت خودی دفعه دیگه سعی میکنی به موقع میه چون الان دو بار این بار خصوم به حساب حاضری دو بزن آره دیگر تا نیست دیگه. الان که دیگه نمیشه تو آخر کلاس رو بدی الانش توی مردش بکنم سعی کن دفعه دیگه بیو تا ما اینو چشم پوشی بکنم وگرنه نمره تو مستقیم حساب میکنم باش. صدا ما نفهمیده یعنی چی؟ یعنی که چرا مثلا از اول الان چیزی معادل یک ساعت رو خوردی واسه کلاسی الان سه ما نفهمیده یا نفهمیده تو باید از اول باشه دیگه
چون از اول نبود یا پولادی هم غیبت خوردیه؟ نه پولادی هم کامل غیبت داشته، این که الان خیلی حاضر دوزیری فایده نداره. امیر محمد غیبت خوردیه. نه آقای پولادی هست، آقای پولادی حاضرت زدا، آقای پولادی مشکلی نداشته، آقای پولادی حاضرت زدا. بچه ها سعی بکنین کلاس کنین بگین، این به صرف خود برین کلاس بکنین بگین، کلاس بکنین از رس بدین، شما همین کلاس بکنین برین کلاس خوبصی بگیرین، کلی براتون در میاد دیگه. 150 در کلاس رو بگیره برای یک ساعت، چرا صرف کلاس رو حاضر نشین؟ خب اما برای تو حلش میکنم، کسی که داشتن حل میکردنه یا حل کردنه باز مجدد نمیکنم. خب چکار بکنی بابا دمیه؟ حالا این سه بریم بالا، این یک اینجا بریم پایین، توی منفی از در بکنی تا این دوتا ترینه باشه. خب چی میشه؟ میشه منفی 3x، منفی 3y، منفی 12، اینجا که خوش میمیسیم. بعد این دوتا ترینه میشه؟ این دوتا ترینه نمیشه، آز دفت بکنینا، منفی 3y، منفی، اینا هم علامت هم. میشه منفی 6y، مصر و منفی 12. خب، منفی 11. پس ایگره میشه منای 11 روی منای 6، منفی از فکر بکنیم میشه 11 6. ایگره که بودت که 11 6. حالا یا این انتخاب کنیم یا باید انتخاب کنیم، پس یک ایکس به اضافی ایگره یک هم تأثیر دیگه نداره، مصایب با 4 جه ایگره که بودت 11 6. پس ایکس به اضافی 11 6 مصایب با 4، ایکس میشه 4 منای 11 6 که یه مخبوط مشترک گرش میگیریم، میشه 24 منهای 11 که میشه 13 6. پس این ایکس ایکستون میشه 13 6، پس ایکستون میشه 13 6، ایگرتون میشه 11 6. با کسی که اینو در آورده نه ای درست. پس ایکستون ایکستون دقیقا میشه 13 6، اینگره تو میشه 11 6. خب آقای فرزانچی میگه توضیح بده باشه، یه بارده توضیحش میدم، دقت بکنی آقا. از اینجا شما اگر قرار ایکساتون رو حذف کنید اینجا یک داری اینجا سه داری، خب سه اینجا میدین بالا، یک اینجا میدین پایین، یک هم تصویی اصلا ندار بیدش کنید یا نه. منطقه اون رو بکنید که شما داری زهر کنید یه ستا ستا، اگه منفی کنید نه سه یکم ستا، سه واسه برابر رو قرینی نیستن، با علامت عوض کنید. پس یا بالایی توی منفی زهر کنید یا پایین توی منفی زهر کنید، یعنی دلخواه کنید ما منفی تو بالا زهر کنید. خب زهر که کنید میشون منفی سه ایک، زهر که کنید میشون منفی سه ایده، زهر که کنید میشون منفی دوازه، پایینی هم چون یک بفا زهر رو هیچ تأثیر ایجاد نمی کنه. خوش رو باشم. حالا این با یک قدمی بره کنار، این دوتا میشه منفی 6 ایگره، این دوتا که کم کنی را متعدد بکنه میشه منفی 11. ایگره که میشه یادن دست من یادن میشه 11 6. حالا از بین این دوتا اون بالای انتخاب بده بازش کنیم نه. حالا جای ایگره میزنم 11 6، جای ایکس خود هیچ خوش نمی کنم بذارم، ایکس خوش رو گذاشتم به اضافه خوش رو گذاشتم، جای ایگره میزنم 11 6 مصایب با 4، 11 6 را بکنم برمجونش کردیم، ایکس در من آخر یه وقت مشترک انگرفت شد یه عدد خوب، یعنی شد 13 6 و نهایتاً به جواب ما رسیدیم. خب بچه دقت بکنیم درس امروزتون تو همین حدی، شما دقیقاً 3:06 برنامه شادتون مداخل شاد میفرستم، داخل اون برنامه واتساپتون هم میفرستم، سعی کنیم بتونیم 20 دقیقه بچه ها ببینید اگر از 20 دقیقه تجاوز که یعنی رای 21 دقیقه رای 22 دقیقه دیگه تحصیل برای نمی کنم، دارم بهتون میگم آقا بعد نگیرم ما وقت نداشتیم، وقت کم آوردیم،
شما سعی کنید اون سوالاتی که میتونید جواب بدید جواب بدید، اونی که نتونید جواب بدید براتون سخت‌تر جوابش بدید تا وقتتون هدر نره. پس بنابراین دقت بکنید که با توجه به اون بازه زمانیتون به ما جواب بدید. انشاءالله موفق باشید. خب داشته باشه شاید آقای که مگر کار داشته باشه تا ما ازش سوال کنیم کارت نهاره شما میدونید مرخص بشه.